محمد حسین مهدویان با زخم کاری قورباغه خودش رو قورت داد. سلام دوستان خوب من، زخم کاری اقتباس از کتاب 20 زخم کاری محمود حسینی زاد با دوستان عزیزم علی حسین پور، میلاد فیضی عزیز، نازگل عسکری، عرضم به حضورتون که کامبیز سفرقلی و خودم مهدی گنجی‌فر در خدمتتون هستیم. اولین قسمت سریال زخم کاری که یه ذره اقتباس از مکبث هم کرده بود و پایه بر این داستان داشت، داستانی که الان میلاد فیضی کاملتر توضیح میده، افکار انسانهایی که یه ذره دچار عذاب وجدان میشن. من از علی حسین پور شروع کنم نظرشو بپرسم، به ترتیب میلاد و نازگل و در انتها کامبیز عزیز. علی جان بفرم. سلام ارادتمندم، وقتتون بخیر باشه، خوشحالیم که یک بار دیگه با شما در رسانه محترم سینما دکوپاژ همراهیم و نگاه مهربونتون رو وقف ما کردید. زخم کاری از نظر من 80/100 نمرش بود. سلام میکنم، بعد یه مدت دوباره در خدمت مخاطبای گل سینما دکوپاژ هستم، در خدمت شما دوستای گلم هستم، خیلی خوشحالم. زخم کاری رو چند دقیقه دیدمش رو تموم کردم، الان در خدمت شما. یکی از بهترین نمونه های اقتباس در تاریخ مدیای ایران میتونم توصیفش بکنم. نه اینکه سریال ایرادی نداشت، مشکلی نداشت، ولی به قول علی میتونم بالای 80%ش امتیاز بدم، ولی لحاظ اقتباس و داستان به نظر من یکی از بهترین نمونه ها بود. سلام به همه دوستای خوبم که اینجا هستین و همه بینندگانی که ما رو دنبال میکنن. میخوام فقط خیلی کوتاه بگم و بریم سراغ کامبیز، این که وقتی یه کار خوب میبینیم اینطوریه که همه با علاقه میان میشینن که راجب خوب بودنش حرف بزنن و واقعا این که این هر مدت هی اومدیم راجب سریال های مختلف ایراداتش رو گفتیم و اینها که برسیم به اینجا که وقتی یه کاری خوبه خب خوبه دیگه، ما هم دیگه ایرادی توش نداریم، نه اینکه 100%ش خوب باشه، ولی لاغر یه درصدی رضایتی به من داد بعد از دیدنش. یا آخیش یه کار خوب دیدم، حالا بیام راجعش صحبت کنم، حالا منتظر قسمت بعدیش باشم. و به نظرم آقای مهدویان پر قدرت اومد. من اول سلام عرض میکنم خدمت شما چهار دوست گلم، مخاطبین از شما گلتر. سریال رو دوست داشتم، خیلی هم دوستش داشتم، یعنی جزء معدود سریالایی بود که دوست داشتم، قسمت دومش هم داشتم، همینجوری پشت‌سر هم میشستم نگاه میکردم. با حرف بچه ها کاملا موافقم، راست دارن میگن، نمرش بالای 80 نسبت به سریال های ایرانی، ولی یه سری ریزکاری ها هم باید توش انجام میدادن که قشنگ گیرایی 100% رو تو تصویر داشته باشه، که متاسفانه بود تو از اون بابت ضعف داشت سریال، ولی عالی بود نسبت به اون چیزهایی که من دیدم، مثل سریال هایی که چه میدونم آنها و و و و و و سریال هایی که اومد. زخم کاری تونست حداقل یه خورده سرگرم کنه، یه خورده شیرین باشه، حال بیاد. ولی با تمام اینا من دوست دارم یه مقدار خوبیاتش حرف بزنم، مثل رو بعدیاش. واسه شروع هم من اول سر نور میرم. نور و رنگش به نظر من خوب نبود، خیلی رنگ‌های مرده که به حس اون در واقع اون صحنه‌ای که داشتن بازی می‌کردن رنگی که به تصویر دادن نشسته بود. یه خورده مشکل داشتم با اون قسمتی از داستان که دختر بچه اومد و اون دختر بچه خیلی بی ربط اومد، خیلی بی ربط رفت و حرفای خیلی سنگینی هم زد، یعنی من نفهمیدم این رویای این بود، فکر این بود، وجدانش بود، هیچیشو من متوجه نشدم. و یه باگی که شاید الان من احساس میکنم باگه، اونم این بود که شماره حساب خودشو داد، دو نفرم از اون شرکت وایستده بودن داشتن چک میکردن کارای اینو و این شماره حسابشو داد، پولو زدن، یکیشون توی جلسه شبش حضور داشت ولی حرفی نزد از این که بابا این شماره حساب داد، اونا پول زدن. و یه مقدار به نظر من یه مقدار که چه عرض کنم یه باگ زیادی بود، چون به این راحتی پول جابجا نمیشه و هیچ کس هم نفهمه، هم یه نفر بفهمه.
من یه مثال بزنم، دقیقا درست گفتی اینو، منم روی این قضیه یه ذره زاویه داشتم. اینو مثال بزنم بریم سراغ علی حسین پور. من میخوام این سریال رو شباهت بدم به فوتبال با سریال های قبلی که دیدیم. من خیلی زاویه دارم با سریال قورباغه همچنان، و این اومد تکلیف مشخص کرد. تو قسمت اول استارتر خیلی خوبی بود. من تطابق بدم این دوتا رو با هم. ما دوتا یه تیم فوتبالی داریم، تکلیف رو مشخص کرده، گفتن آقا تیم استقلال و پرسپولیس با این بازیکن‌ها بازی دارن. تو قسمت اول به ما اینو نشون داد و حالا می‌خوایم بشینیم بازی رو نگاه کنیم. ولی ما تو سریال قورباغه فقط بهمون گفتن یک مسابقه فوتباله. نه ما می‌دونستیم تیماش کیه، نه می‌دونستیم بازیگراش کیان، چه جوریه. در یک استارتر ما رو در یک بلا تکلیفی گذاشت. این من شباهتی بود که می‌خواستم با فوتبال بزنم. علی حسین پور صحبتت رو بشنویم تیزر تکمیل‌تر. اولا اگر بخوایم با سریال قورباغه مقایسه بکنیم، فکر میکنم قیاس مع الفارق باشه. دو تا ژانر مختلف و دو تا فضای مختلف هم با هم دیگه، دو تا تفکر مختلف و اصلا خیلی چیزها با هم دیگه متفاوت توی این دو تا سریال. اما خوشحالم از این که میتونم راجع به یک سریالی، یعنی یک سریالی رو میتونم ببینم بعد از قورباغه که کارگردانش به شعور من مخاطب قرار احترام بذاره و برای چشم من و برای زمان من ظاهرا قراره که اهمیت قائل بشه و داره یک چیز خوب رو تحویلمون میده. من 45 دقیقه یا 50 دقیقه فکر میکنم سریال رو دیدم، فارغ از اینکه یک خواننده مطرح بخوام بیارن که تیتراش خونده باشه، از اون ور یک سری تبلیغات بگیرن، اومده این تیتراژ رو حذف کرده، روی دوتا پای خودش وایستاده و روی دانسته های خودش، روی بلد بودن کار خودش، محمد حسین مهدویان اومده این کار رو انجام داده و از تیتراژ آغازین نشون داد به من، به من مخاطب، که یک تیم حرفه‌ای ظاهرن دارن این سریال رو جلو میبرن. حالا وارد بازی ها هم خواهیم شد، در رابطه با بازی ها هم صحبت می‌کنیم. اما قبل از اینکه وارد بازی ها بشیم، خیلی خوشحالم که عباس جمشیدی فر رو در یک نقش جدی می‌بینم. بازیگری که توی نقش‌های طنز بسیار خوش درخشیده سال هاست و خیلی ساله که من دارم تعقیبش می‌کنم، مخصوصا توی سریال صدوم بود، فکر می‌کنم با جواد عزتی هم بازی بودن و مرحوم سیروس گرجستانی. خیلی دوست دارم، یعنی دوست داشتم عباس جمشیدی رو توی یک فضای دیگه، توی یک قالب دیگه میدیدم که این اتفاق افتاد و حالا امیدوارم که بره جلوتر و از این در واقع خوبی سریال کم نشه. اینو میخواستم بگم. 45 دقیقه 50 دقیقه من سریال رو دیدم، اما یک دقیقه چشم من از روی صفحه نمایش دزدیده نشد و این خیلی برام مهم بود. سپاسگزارم. میلاد جان یه ذره در مورد اقتباسی که صحبت کردی، شما دقیق تر چون میدونید از مکبث شکسپیر برداشته بود و کتابی که حالا به هر حال دراماتورژی شده، اینم یه صحبت کوچیکی بکنیم چون شما یه ذره تخصصتون این زمینه بیشتره. ببینید بحث این که ببینیم وقتی داریم راجع به شاهکارهای دنیا در عرصه ادبیات نمایشی صحبت میکنیم، مسلما اولین بحثی که پیش میاد وقتی به یه نفر بگیم که سه تا نمایشنامه‌نویس بزرگ دنیا رو نام ببر، حالا اگر خداداد عزیزی و فیروز کریمی نباشن، برمیگرده میگه که شکسپیر، بن جانسون، نمیدونم مثلا حالا آشیل. خب شکسپیر رو نمیتونیم جدا کنیم از ادبیات نمایشی جهان، نه به این علت نمایشنامه‌های بسیار زیبایی نوشته، به این علت که روند نمایشنامه‌نویسی رو از ارسطویی تغییر داده، اصلا آورده تبدیلش کرده به روند نمایشنامه‌نویسی شکسپیری مبتنی بر تنش‌های روانشناسانه شخصیت باشه. وقتی میایم میگیم سه تا از شاهکارهای شکسپیر رو نام ببر، مسلماً خب اولی رو همه میگن حمله، دومی رو میگن مکبث و سومی رو در ایران میگن رویای نیمه شب تابستان، چون از بقیه کارا شناخته شده تره. ببینید مکبث، من دفعه قبل خدمتتون عرض کردم، هر اثر نمایشی چه سینمایی، چه مدیای سریال و تلویزیون و چه تئاتر، زمانی که میخوایم راجبش صحبت کنیم یه تم داره، یه موضوع. قبلا هم عرض کردم خدمتتون، تم یک کلمه است،
موضوع یک جمله است. مثلا در مورد حمله میگیم تم تردید، موضوع تردید به غالب شده بر حمله به اجازه نمیده که بتونه درست زندگی بکنه، یا حالا هر چیز دیگه. خب مکبث هم یه شاهکار نمایشیه که از این قضیه جدا نیست مسلما. وقتی میایم راجع به، حالا ببینید، ما نمیتونیم اسم این رو، مهدی عزیزم، در کمال احترام نمیتونیم اسم این دراماتورژی بذاریم. دراماتورژی یعنی اثری که ادبی هست رو بیایم تبدیل به نمایشیش بکنیم، این میشه دراماتورژی. اما این رو میتونیم اسمش رو اقتباس بگذاریم. یعنی البته نه اینکه بگم مثلا چیزا نمیشه از اثر ادبی نمیشه اقتباس کرد برای به وجود اومدن اثر نمایشی، یا اون رو هم میشه انجام داد، ولی این کار خاص دراماتورژی توش انجام نشده، این کار خاص توش اقتباس صورت گرفته و چه اقتباس هوشمندانه و زیبایی هم انجام شده. یعنی همه چیز منطقی سر جای خودش قرار گرفته. تک تک شخصیت های مکبث رو ما میبینیم اینجا داریم، خود مکبث که به نظر من در کار مکبث شکسپیر نقش دومه، کار مکبث، نقش اولش لیدی مکبث به نظر من بخش غالبی از اثر، حداقل شخصیت کسی که روند داستان رو به پیش میبره و میخواد بشوره بر علیه پادشاه مکبث رو و به اون ماجراها پیش میاد و فلان و اینا پیش میاد و اینا، لیدی مکبث. یعنی میتونم بگم آنتیگونیسم داستان ما بیشتر لیدی مکبث تا خود مکبث. اما در این کار میبینیم که خب مکبث خود جواد عزتی چه بازی زیبا و چند لایه‌ای هم داره میکنه. حالا امیدوارم این ادامه پیدا بکنه، چون چند تا نقطه ضعف کوچیک من دیدم توی این قضیه، ولی به خاطر همین 100% رو نمیتونم بهش بدم. مثلا میگم روی 90% مثلا بازی بسیار خوبی داشت. اونجوری که تو ماجرای نیمروز من به 100 میدم، اینجا 90-95 دارم بهش میدم، که حالا در ادامه روند ما یکی مشکلات سریال همینه. ما وقتی قسمت به قسمت میایم راجع به سریال صحبت میکنیم، نمیدونیم قسمت بعدی قرار چه اتفاقی بیفته و نمیتونیم حرفامون رو قطعی بزنیم. میدونیم چی میگم؟ لیدی مکبثمون خانم آزادی بر، من احساس میکنم که به نسبت جواد عزتی خورده پایین تر بود، ولی اونم داره سعی میکنه خوب کارش رو جلو ببره، علل خصوص با توجه به شخصیت لیدی مکبث در نمایشنامه مکبث. میبینیم که قشنگ همون کار رو همون جوری داره میره جلو، یعنی همون قاطی کردن های لیدی مکبث رو داره، همون وسوسه انگیز بودن لیدی مکبث رو داره، جایی که باید سفت بگیره میز رو برمیگردونه و بیشتر داره سعی میکنه روان مکبث کار کنه بیارتش جلو. اموه رو چیزو خانمو رو رئیس شرکت و فهمودست رو داریم که نقش شاه رو داره بازی میکنه، همینطور پسرش ناصر رو، حالا منصوره ای که قراره بیاد. تک تک اینا رو ما میتونیم ربطشون بدیم به یکی از شخصیت های نمایشنامه مکبث، ولی کاملا منطقی، درست و باورپذیر واسه تماشاگر امروز. جایی که اون دختر بچه وارد میشه توی سریال و شروع میکنه یک سری اطلاعات رو دادن به جواد عزتی، آقای مالکی، دقیقا همون دختر بچه‌ایه که بعد از اون جنگ میاد به مکبث شروع میکنه توضیح دادن که تو قراره به کجا برسی، تو قراره شاه بشی، هیچی ما میتونه تو رو با کسی که از مادر زاده شده باشه، مردی که از مادر زاده شده باشه، نمیتونه تو رو بکشه و تو زمانی میری که بیشه یه منم چی بود خدای اسمش که اصلا حرکت کرده باشه، میاد این اطلاعات رو به مکبث میده که مکبث دیگه شروع میکنه کاراشو. دقیقا میبینیم که این دخترم دقیقا همون نقش رو داره. خب چی، خود مکبث هم همه چیز روال منطقی داره. یه صحنه به قول معروف جادویی مانند میاد از کار کنده میشه، جایی که اون سه تا خواهر حاکم سرنوشت با این دختری که سخنگوشونه میاد صحبت میکنم، از اون دوباره منطقه خارج میشه، اینو داریم دوباره برمیگره. تو این سریال هم اومده همین کارو کرده. من احساس میکنم اگر روند سریال بیشتر جلو بره، تماشاگر ما این قضیه رو خواهد پذیرفت، چون اگر به اساس مکبث بریم جلو، اینا نقش بسیار پررنگی در اثر خواهند داشت، با اینکه دو سه جای کار میاد، ولی نقش بسیار پررنگی خواهند داشت و تماشاگر اینو میپذیره. اجازه بدین دفعه دیگه که نوبت دستم بشه، من استفاده از نمادها رو توی این قاب‌هایی که آقای مهدویان بسته بود میخوام راجعشون صحبت بکنم، چون احساس کنم این سریال از این سریالایی که عجیب و غریب کارگردان داره از نماد استفاده میکنه و نمادهای غیر واضحی که
روی ناخودآگاه تماشاگرش بیاد تاثیر بذاره، نه نمادهای واضحی که در راستای پیشبرد اهدافش داره ازشون استفاده میکنه. سپاسگزارم، مرسی. حالا یعنی در حقیقت ما با یک مکبس ایرانیزه شده داریم در ارتباطیم. ببین در خصوص باگی که داشتم، حالا من با بچه هم اوکی بودم که کامبیز گفت، حتی رنگ ها هم به نظرم به خاطر اینکه یه ذره اون حس استرابی که جواد عزتی همون شخصیت مالکی از اول داستان باش همراه بود که میخواد خشمش رو کنترل کنه، در عین حال یه استرابی هم داره یه کار بزرگی هم انجام میده، این درگیری هم که با خودش ایجاد کرده، حتی اسلوموشن شدن های دوربین توی صحنه های آهسته‌ای که داشت مثلا از اون در هتل میومد بیرون، همه اینها به نظرم جذاب بود برای من، من داشتم لذت میبردم ازش. چیزی که برای من عجیب بود کات خوردن هایی بود که یهو صحنه سیاه میشد برمیگشتیم توی صحنه دیگه و من نمیدونستم چرا داره این کارو میکنه. آیا حالا هم میلاد میتونه نظر کارشناسانه تری بده، هم قطعا کامبیز که کارگردانی میکنه میتونه بگه که آیا این واقعا این اتفاق یک اتفاق طبیعیه در روند یک داستان که کات اینجوری بخوریم که فکر کنم 3 بار این اتفاق افتاد، یک صحنه سیاه ببینیم تک پلان بعد برگردیم دوباره توی پلان جدیدی و بریم سراغ ادامه داستان. یعنی مثلا بار دوم من گفتم خب تموم شد دیگه، بعد بریم سراغ تیتراژ پایانی، بعدم هنوز ادامه داره و این یه ذره منو فاصله مینداخت بین واس بودنم به اون هیجانی که داشتم داستان رو دنبال میکردم، تازه دارم شخصیت ها رو میشناسم، میخوام اینا رو بچینم بغل هم دیگه که خط ربط داستان میاد دستم، یه کوچولو منو فاصله میداد بهم و نمیدونستم چرا داره این کارو میکنه. حالا نمیدونم برای بقیه بچه‌ها اینطوری بوده یا نه. این تنها باگی بود که برای من وجود داشت، باقی چیزهاش رو اوکی بودم. جواد عزتی که خب راجوش حرفم زدیم و خیلیم شاهکار و اینها، ولی به نظرم رعنا یه ذره، رعنا آزادی و یه کوچولو یه پله عقب‌تره، ولی فکر کنم تو قسمت‌های بعدی قطعاً بهتر خواهد شد. به نظر شخص من بازیگری ها خیلی چفت بود به نظر من. حالا میرسیم به کامبیز، هم میرسیم در چیزاش اینه که همشون ببین در این حال که خیلی اسمای مطرحی ندارن که تو بگی مثلا 1000 تا فیلم تا حالا ازشون دیدم، اکثرا بچه های تئاتری هن. آقای جمشیدی فر اگر اشتباه نکنم فامیلیشون، و عباسه که علی هم گفتن جمشیدی فر، خب سالها تئاتر کار کرد، واقعا ندیده بودیمش توی کار جدی، الان یه ذره داره خودشو نشون میده تازه، مثل اتفاقی که برای جواد، خود جواد عزتی افتاد که توی نقشه کمدی یه ذره حل شده بود، بعد که یه اومد توی نقشه جدی دیدیم چقدر میتونه خفن باشه و این اتفاق به نظرم خیلی انتخاب هوشمندانه ای بود از طرف آقای مهدوی. اون قطعیه که اونجا که داشت میزد جواد عزتی رو، قطعی فکر کنم سانسور بود، نباید اون ارتباطه برقرار میشد. نه ببخشید قبل از اینکه کامبیز صحبت بکنه، به نظر من به اون قطعیه فکر کردم، اون استراب توی اون صحنه ما بازیگرمون و کسی که ما داریم میبینیم و داریم متصورش میشیم جواد عزتیه. خدا رو شکر سینمای ایران دیگه به دست زدن و اینها به جایی رسید که توی میخواهم زنده بمانم سحر دولتشاهی رفت و گرفت اصلا پسر، اصلا نامزد سابقش رو گرفت، فقط کاری نکرد. اما اینو میخوام بگم، اون سیاه شدن تصویر فکر میکنم از دیدگاه من نشان دهنده سیاهی رفتن چشم جواد عزتی بود توی یک حاله ای از ابهام شدید که الان نمیدونم باید چی کار بکنم، چک میخوره، دنیا جلو چشش تاریک میشه، دوباره چشش باز میشه، دوباره یه چک دیگه میخوره، دوباره تاریک میشه و باز. ببین این قطع و وصلیه رو من اینجوری دیدم، احساس کردم کاری الان میخواسته که خود ریتم کار تونتر باشه، خب ولی کار یه خود با ریتم پایین شروع شد، یعنی ریتم کل کار از دید من پایین بود، اگه یه ذره ریتم کار بالاتر میرفت سرعت اتفاقات و فضایی که ایجاد میکرد خیلی قشنگترش میکرد و من احساس میکنم این چون بر اساس این که بخواد ریتم رو بالا نگه داره اومده بود یه زمانهایی رو گذاشته بود که من مخاطب بتونم یه خورده حلاجی بکنم اتفاقاتو و با این تکنیک خواسته یه خورده زمان به من بده، زمان به من مخاطب بده که بتونم تو اون دوگانگی رو درون من ایجاد بکنه، اون فکر رو تو ذهن من بکاره، بعد بخواد پلان بعدی رو شروع کنه. برداشت من این شکلی بود، ولی اگر ریتم کار سرعتی بیشتری میگرفت به نظر من خیلی کار قشنگ تر میشد. میدونی
بازی ها عالی بود، بازی ها قشنگ چفت بود، همشون رو همدیگه سوار بودن، این خیلی مهمه. حالا شاید ما بیایم بازی ها رو تک به تک بخوایم ببینیم، مثلا بگیم رعنا مثلا کارش به کمتر بوده، ضعیفتر بوده، ولی موقعی که اینا رو به عنوان یک مجموعه کنار همدیگه من میذارم، میبینم اینا قشنگ یعنی چرخ دنده ها قشنگ تو هم فیکس شدن. اصلا رفتار و ریاکت هایی که جواد عزتی با زنش مثلا داشت، تمام اون دیالوگ هایی که میگفت، بازی هایی که با هم دیگه میکردن، قشنگ تو هم چفت شده بود. این خیلی خوب بود، چون توی خیلی از سریال ها ما همچین چیزایی رو نمیبینیم. به عنوان مثال دیگه پرترینش رو میتونم سریال دراکولا رو واسه تو مثال بزنم که بازی ها چون به هم پیوسته نیست، هر کی واسه خودش داره بازی میکنه، ماهیت اصلا فیلمنامه رو از بین بردن. ولی توی این سریال اصلا اینجوری من نمیبینمش. توی این سریال بازی ها انقدر قشنگ به هم دیگه چفت شده، انقدر روون این شخصیت ها دارن با هم دیگه بازی میکنن و پاسکاری میکنن که بی نهایت تو باورپذیری من و مخاطب داره در واقع کمک میکنه به من، مثلا میفهممش، درکش میکنم تمام اتفاقاتو. محمد حسین مهدوی هم یه جورایی دست به ترکیب برنده نزده. ما میبینیم با جواد عزتی، با مهدی زمین پرداز و امیر حسین هاشمی توی فیلم ماجرای نیمروز کار کرده و باز هم اونها داخل این سریال هم هستن. شهرام خلج به عنوان چهره پرداز کارش بوده که توی اون کارا و اومده توی این کار هم به عنوان چهره پرداز ازش استفاده کرده. تیم قوی و خوبیه و مطمئنن خروجیش خوب خواهد شد. میگن دیگه سالی که نکوست از بهار، خیلی گشتم دنبال این مثل، سالی که نکوست از بهارش پیداست. ما سریال قورباغه قسمت اولش یه جوری تموم شد، وقتی ما این سریال رو دیدیم متوجه شدیم که چقدر سریال قویه اما چقدر گنگه. همونطور که آخرش به اون فضاحت، از نظر شخصی من با هر کسی صحبت میکنم هم میگم خیلی آخرش قشنگ بود، قورباغه و ماهی بارید از آسمون. تو هیچی نفهمیدی؟ نه من هیچی نفهم، من از بارش قورباغه و ماهی هیچی نمیفهم. محمد حسین مهدویان حداقل اینو به من نشون داده که پایان بندی و نتیجه گیری از فیلم‌هاش رو خوب بلده. امیدواریم توی سریال همین اتفاق براش بیفته. و اون اتفاقی که هومن سیدی شاید می‌خواسته یک فیلم هنری درست بکنه شده قورباغه. اما مثلا من توی دوره‌ای که داره ملکه گدایان پخش میشه، سیاوش پخش میشه، آنها یه مزخرف داره پخش میشه و مثلا دراکولای افتضاح داره پخش میشه، واقعا باید کلاه از سر برداشت برای محمد حسین مهدویان به خاطر سریالی که ساخت. بهش تبریک میگم. میدونی چرا تو رو بخوام بفرستم پای معامله؟ هر آدمی نمی کار ازش بر نمیاد. همه چی امیز پاییم دست پسر اسماعیل چرخشی تا انقلاب کنه. علی، نسبت به نظری که گفتی خیلی پراکنده داریم صحبت میکنیم، چون قسمت اولیم، استارتر کار داریم بررسی میکنیم، حالا تو به قسمت های بعد حتما خیلی بیشتر بهش میپردازیم، چون این سریال به نظر من خیلی جا داره که در موردش صحبت کنیم و ببینیم که این استارتره خیلی خوب بوده. من که خیلی دوست داشتم. میلاد، ما یه چند دقیقه از لحاظ نمادهایی که گفتی صحبت بکنیم و یه کوچولو ببینیم که چجوری بوده از نظر خودت، چجوری بوده کارشناسانه. ببین، من دو تا بحث میخوام بگم. یکی این که اول یه چیزی یادم بیفته، کامیز عزیز اشاره کرد به یه باگی راجع به اون قضیه شماره حساب و فلان و اینا. ببینید که قرارداد ببینید که نوشته میشه مبلغ که و قرار پرداخت بشه، شماره حسابی که اون پول میخواد بهش واریز بشه توی قرارداد ذکر میشه. اینا شماره حسابی که خواستن برای اینکه توی قرارداد ذکر بکنن به چه شماره حسابی پول بعد ریخته بشه. مسلما همون لحظه همونجا پولی ریخته نمیشه، چون اگر یه همچین سریال با یه همچین منطقی قرار باشه مثلا بگه حالا اینجوری که نمیتونه مثلا کارت به کارت نیست که 3 میلیون بخواد بریزه به حسابش، اینا باید بره ریسرچ پیدا کنه، در حال نشون بده یه لپتاپیه داره پولی جابجا میشه یا یه همچین اتفاقی. مسلما اونجا خب اون دو نفری که از شرکت داشتن شماره حساب شرکت رو حفظ نبودن، میشه روال منطقی براش توجیه کرد. حفظ نبودن شماره حساب رو، اینم شماره حسابو داده که وارد قرارداد شده و شب رفته نروژ پول ریخته شده به حساب جواد عزت. حالا بگذاریم از این.
زیاد نمیخوام وارد این بشم. ببینید اول من اینجوری بگم راجع به هماهنگی بازی ها که گفتید، با اینکه من گفتم حالا بازی رناز برای خود کمتر از آدرزتی میبینم، ببینید انقدر کمتر نمیبینم که بگم دو دستگی داره توش وجود میاره. گفتم به جواد عزتی اگر از 100 دارم 95 بودم، به رناز دیور واقعا از 100 میتونم 90 بدم. نه اینکه بگم اون حالا 20 این 95، نه اون هم این مشکل هم میدونین از کجا داریم. یا جواد عزتی انقدر قشنگ داره بازی میکنه که بازی خوری میکنه، یعنی بازیگر روبرویش محو بازیش میشه. مثلا میبینیم مهدی زمین پرداز با اینکه نقش مثل مسعود رو در ماجرای این روز قد خون بازی کرده و با اون قدرت، میبینیم توی ماشین که داره از شمال برمیگرده با جواد عزتی بازی خوری داره انجام میگیره، یعنی محو بازی جواد عزتی میشه، نمیتونه اون قدرت بازیگری که تو رد خون داره نشون میده ارائه بده. مسئله دوم اینکه یکی از بزرگترین خاصیت های کارهای انگلستان مهدویان هماهنگی بین گروهش، چه جلوی دوربین چه پشت دوربین، و هماهنگی پشت دوربین و جلوی دوربین با هم دیگه. بازیگری تمام کارهای محمد حسین مهدویان با یه اختلاف 4-5 درصدی بالا پایین از هم دیگه، همه با هم توی یه سطح دارن میان جلو، و این قدرت کارگردان رو میرسه، و این که داره میگه که کارگردان میدونه چی میخواد، کارگردان واقعا میدونه چی میخواد. اینجوری نیست بریم حالا این داستانمونه بریم ببینیم چه خبر دیگه، یه چیزی در میاریم ازش، اصلا اینجوری نیست. محمد حسین مهدویان مهندسی میکنه فیلمش رو، از قبل میدونه پلان چجوری میخواد بشه. حتی من میگم امکان داره استوری بورد میگه، چون استوری بورد چیزیه که تو ایران اصلا وقتی میگه استوری بورد یعنی سوسول بازی ها چیه، ولی من احساس میکنم محمد حسین مهدویان حتی اگه به صورت فیزیکی روی کاغذ توی کامپیوتر استوری بوردش رو نکشه، میشه تو مغزش استوری بورد تمپلان به پلان کارش رو کشیده و تمام عواملش رو با هم هماهنگ میکنه، میدونه چی میخواد، هیچی رو به اتفاق واگذار نمیکنه سر صحنه. خب بعد بریم حالا میخوام برم روی نمادها صحبت کنم. ببینید فیلم سرشار از نمادهایی که بسیاری از تماشاگران عزیز ما، مخاطبین عزیز ما راجع به اینها نمیدونن، چون حقم دارن، چون رشتهشون این نبوده، تخصصشون این نبوده. این نمادها بسیار تخصصیه، هر کسی این نمادها رو نمیشناسه و از این نمادها جوری استفاده میکنن که روی ناخودآگاه تماشاگر تأثیر بذاره و تماشاگر رو بره به اون سمتی که کارگردان میخواد. اینه که میگم محمد حسین مهدویان کار خودش رو بلده. چند تا مثال میزنم. ما در کار سینما میگیم که وقتی یک شیء متحرک داریم، حالا بخواد بازیگر باشه که داره راه میره یا میدوه، ماشین، اتومبیل، قطار، هواپیما، هر چی، دو احتمال ممکنه در این تحرک به وجود بیاد که یا از سمت راست تصویر وارد بشه، از سمت چپ خارج بشه، یا از سمت چپ وارد بشه، از سمت راست خارج بشه. خب در صورتی که شیء متحرک تصویر ما از چپ وارد و به سمت راست خارج بشه، این نشانگر در ناخودآگاه تماشاگر ما این رو خواهد به وجود آورد، این تخیل که این حرکت رو به مثبت موفقیتی در نمایش وجود داره، وصالی داره بعد این در بعد از این اتفاقات وجود داره، و بالعکس این از راست به چپ یعنی عدم وصال، عدم موفقیت، این حرکت محکوم به شکسته. این رو هر کسی نمیدونه، خب، ولی که ذهنش زمانی که ما میبینیم جواد عزتی در یکی از بزرگترین لحظه های تردید شما رسال خودش رو داره توی ماشین نشسته، اون رفته مثلا این فرده رفته خرید کنه، داره میمیره که چه اتفاقی قراره بیفته، شرافت خودم رو فروختم به خاطر حرفای زنم، همون اتفاقی که توی مکبس میفته، شرافت خودم رو فروختم با وسوسه های زنم، شاه رو کشتم، شرافت خودم رو فروختم با وسوسه های زنم، شماره حساب خودم رو دادم. قطار از چپ میاد از راست میره، یعنی تو این راهی که داره میره قراره به موفقیت برسه. دختره بعدش میاد این اطلاع، همون لحظه
دوربین یه حرکتی میکنه، میاد روی پنجره سمت شاگرد، صورت جواد عزتی رو داره. قابی که بسته شده بچه ها چه شکلیه؟ این قاب مثلثه. شکل عرض کنم به حضورتون، قالبی که شما توی تصویر میبینید یک مثلثه، نه یک مربع یا یک مثلث. مثلث در نمادشناسی چی رو میگه؟ نشانه چیه؟ نشانه خطر، احتیاط. همینطور که میبینیم تابلوهای راهنمای رانندگی که قرار احتیاط به ما بدن راجع به خطر پیش رو مثلث فرمه. چندین جا میبینیم که از این قاب‌های مثلثی میاد استفاده میکنه. خب مسلماً ما به کامبیز عزیزم دیگه حالا متخصص این قضیه است، ما دوربینمون ویزوری نداریم که مثلثی برامون قاب بده دیگه. مسلماً این مثلث رو باید به وجود بیاره کارگردان، و چقدر زیبا با خلاقیت خودش محمد حسین مهتابیان میاد از گوشه لچکی پنجره استفاده میکنه برای وجود آوردن این مثلث که این آدمو بذاره توی مثلث. و یه جایی میبینیم مثل صحنه پارکینگ که ما ناصر درگیم چه میشه که ماشین مثلث چقدر تیزتره. و مسئله بعدی حالا راجع به رنگ کامیز آیزان صحبت کرد، ببینید رنگ قالب در صحنه که پارکینگ هست، رنگ قالبمون چیه بچه ها؟ قرمز. خاکستر قرمز بود. آره تمام دوروبرش قرمز بود. قرمز چیزا علائم. قرمز یعنی چی؟ هیجان. ها هیجانی که به سمت چیز میره ها، به سمت یه مقدار گرایش به سمت خون داره. خون میره. خب قرمز رنگی است که وقتی ازش استفاده میشه به سمت قالب، حوصله رو سر خواهد بود و آرامش رو از تو خواهد گرفت و اجازه نمیده تو اونجا بمونی. من مثلا میگم اگر دوستان عزیزمون نمایندگی های فاست‌فود زنجیره‌ای مثل مک‌دونالد یا KFC رو رفته باشن، می‌بینن که رنگ غالب در شعبه های اینها رنگ قرمزه، برای اینکه کسی که میاد میشینه و غذاش که تموم شد پاشه بره، نشینه اونجا وقت بگذرونه. خب ولی به قدری اینها درست قاب بندی و اندازه‌گیری میشه که که طرف مانع نشستن طرف هم نشه، که طرف با اینجا کجاست من نمی‌تونم اینجا بشینم، بشینه ولی زود بره. در اینم می‌بینیم که این رنگ قرمزی که توی اون پارکینگ به وجود داره همم افقیه، درسته؟ باز خود افقی بودن هم نماد داره، نشان دهنده چیزهای مختلفی، نشان دهنده سکون، نشان دهنده حرکته. قرمزهای افقی زردای عمودی به قدری هم اینا هست که چشم اینا رو ضبط میکنه، حتی اگر مخاطب نفهمه اینا رو، نبینه اینا رو، ولی توی ناخودآگاهش ثبت میشه. چقدر زیبا داره از این نمادها استفاده میکنه. رنگ لباسها حساب شده. ناصر یک آدم منفعله، یک آدمی که عرضه هیچی را نداره، کاری نمی کنه. لباسش توسیه، توسیه 60-40، بیشتر نزدیک به 30، داره منفعلیه. ها؟ جواد عزتی تونالیته های سرمهیه. ما 15 قسمت وقت داریم در مورد این سریال صحبت کنیم، خیلی زمان زیاد داریم. این اتفاقی که افتاده اینه که میدونم توی خبرهایی هم که راجع به صحبت کردیم، مثلا آقای مهتابیان اومده با آقای حسینی را در خصوص باگ‌هایی که توی فیلم نامش بوده صحبت کرده، برای اختباسی که می‌خواست از رمان ایشون بگیره بابت 20 زخم کاری. این نشون میده که همونطور که میلاد میگه خیلی براش اهمیت داشته قبل از اینکه وارد داستان بشه. همه مشکلات و مسائلش اول از همه با داستان برای خودش و به تبع خب بعد از این برای بازیگرهاش هم برطرف بشه، به اینکه چطوری شخصیت پردازی کنه، چجوری این داستان دوره هم دیگه چیده بشه. به ما هم به عنوان بیننده به نظرم خوب داره این شخصیت پردازی ها و در واقع روند داستانی رو اطلاعات به جا و درستی داره میده. یعنی قبل از اومدن یه شخصیتی به اسم منصوره که احتمال 90% هانیه توسلی قرار بازیش بکنه، اطلاعات اولیه رو بهت میده، روابط داستانی تو همین مثلا قسمت اول تقریبا دستت میاد، خط و ربط داستان میاد دستت که حالا دنبال چی قراره بگردی. و همچنان در کنار همه اینها اتفاقاتی که مثلا اقتباس شده، حالا از مکس اقتباس شده، اگر که دوستان رمان 20 زخم کاری رو خونده باشن، روند داستانش رو دیده باشن، همه اینها هم به ترتیب داره اتفاقاتی میفته که هیجان قضیه رو هم برات حفظ کنه. به نظرم که در مجموع واقعا به عنوان قسمت اول خیلی قسمت قوی بود. مرسی، متشکرم. کامبی زمینه که توضیح میدی بگو، اصلا به نظر تو مشابه این چیز رو دیده بودی؟ که همین سوالو بعد من علی هم دارم که بعد جریان خودشو بگه و در انتهای برنامه یک دقیقه صحبت کنیم و جرمه رو جمعش کنیم. توی قسمت پارکینگ یه چیز خیلی جالبی که به چشم اومد این بود که شماره پارکینگ هایی که زده بودن قاعدتا بعد 18 19 20 21 22 میشد،
ولی دو تا عدد جابجا بود، 19 18 20 شده بود. من او واسم خیلی جالب اومد چون ترتیبو ریخته بود به هم دیگه. ولی در خصوص قاب بندی میلاد حرفای خوب قشنگی رو میزنه. میلاد استاد این مسئله است، ما هم حرفی سرش نداریم، داره درست میگه از لحاظ نمادشناسی. ولی قضیه پارکینگ رو من اینجوری فکر نمیکنم که یعنی از قصد اومدن رنگ کردن، چیدمان دادن، شکل دادن، فرم دادن که بخوان یه همچین مفهومی رو بزنن. من یه خورده توی این قضیه یعنی احساس میکنم این اتفاقی بوده، این مسئله پیش اومده، چون اگه قرار بود از این رنگ ها استفاده کنن چیزای دیگه ای رو هم میتونست تو اون صحنه اضافه بکنه اگه میخواست با این دقت و ظرافت کار کنه. در خصوص رنگ تصویرم که من برگشتم گفتم این رنگ ها به حس کمک نمیکنه. ببین آکن، ما اگر قرار باشه همش صحنمون رو، همش تصویرمون رو رنگ های مرده ببینیم، خب یه خورده از اون هیجانی که من دوست دارم میندازه. چجوری بهتون مثلا مثال بزنم، مثلا جایی که اینا تو پارکینگن، خب این تم نور خیلی عالیه، ولی جایی که داره از در هتل میاد بیرون یه دفعه یه رنگ مرده، یه تضادی به من میده که اصلا من نمیتونم حس کنم اون شمال بودنه رو، نمیتونم بفهممش، نمیتونم حسش کنم، درکش کنم. یعنی بیشتر قالب اون داستان رو به خودش گرفته تا قالب حس اون لوکیشنی که میخواد به من بده. توی خیلی جای این قسمت میگم باز دید من بیشترین ضرری که داره میزنه تمپو پایین کاره، ریتم کار پایینه. یعنی همه چیزش به نظر من عالی بوده. حالا بازم بچه ها حرف بزنن، چون میگم قسمت اول حرف زیاده، خیلی چیزا هستش و در مورد هر چیزی میخوای حرف بزنی شاید تو قسمت بعدیش این از بین بره، این باگی که احساس میکنیم، اتفاقاتی که احساس میکنیم از بین بره. ولی بازم دمشون گرم، من حال کردم، لذت بردم واقعا. ببینید فیلم خوب خوبه، سریال خوب خوبه. جواد خیابانی رحمت الله علیه. ببینید مخاطب شعور این که یک سریال خوب رو میبینه رو داره و این همون چیزیه که خیلی باید کارگردانای ما خیلی باید بهش دقت بکنن. اولا در رابطه با بازی جواد عزتی میتونم بگم که به جرأت و با چشم بسته میشه گفت یکی از بزرگترین و بهترین سوپر استارهای حال حاضر و آینده سینمای ایران بدون شک. خانم ها آقایون، با افتخار معرفی میکنم جواد عزتی. میدونین ما بازیگرای زیادی رو دیدیم، اما کسی که تا این اندازه بتونه مخاطبو تو اقیانوس وجود خودش غرق کنه کم. دیگه شلوغش نکن علی، دیگه درسته تو جواد عزتی رو دوستش داری، دیگه یه دفعه دیگه نبر بچسبون به تخت رو خدا. جلوی نوید محمدزاده قطعاً همینطوره. نوید محمدزاده یه فیلم طنز بازی بکنه، یه کاراکتر طنز بسازه. ببینید نه رب داره عزیزم، وقتی شما به عنوان یک بازیگر توی دردسرهای عظیم میدرخشی، توی قهوه تلخ میدرخشی، توی مرد هزار چهره با اینکه دیالوگ نداری میدرخشی، توی ماجرای نیمروز میای میدرخشی، این همه درخشش توی شنای پروانه میدرخشی. علی جان من نگفتم، من نگفتم بازیگر بدی ها، ولی دیگه چون دوستش داری گوندش سریال گیسو. نه عزیزم، شما سر سریال گیسو هم گفتی محمد رضا گلزار بهتر از جواد عزتیه، به غیر از اینه گفتی این حرف رو؟ من همین الان از مخاطبمون میخوام یه لحظه بده. آره من یه درخواست ویدیو چک هم میکنم الان، فقط گوش کن الان میکنه این کارها ویدیو چک. آره بکن. من حرفی که زدم اینه، برگشتم گفتم توی سریال گیسو سریالی که فقط واسه دیشتری دیدینگ واویلا ساختنش، توی اونجا فقط ممرز گلزار میتونست این سریال نجات بده. اگه جواد عزتی میرفت توی اون سریال بازی میکرد، اون سریال نابود میشد. علتش چی بود؟ چون همه سریال دیشتری دیدیم واویلاست. یکی رو میخواستش خوشگل باشه، خوشاب رنگ باشه، وای چه تریپی، چه قشنگی، تیتیش مامان بازی در بیاره، مخاطب بگیره. من همچین حرفی زدم؟ من کدوم آدم عاقلی بازی ممرز گلزار رو میاد با جواد عزتی یکی میکنه؟ به هر حال ببینید، من به جد معتقدم به هر حال نه، به هر حال نه، در هر حال، در هر صورتی علی جان
سوپ یکی از سوپر استارها، یکی از بهترین سوپر استارهای، یکی از بهترین سوپر استارهای حال حاضر ایران به جد جواد عزت. خب شما الان مثلا بخوای یه نفر دیگر، شما میگی نوید محمدزاده، یه جوری هم سور ایستادی سر حرفت. خب نوید محمدزاده هم یه نقش طنز بازی بکنه، مگر این کارو نکرد توی یک تئاتری به اسم شکلک؟ یک نقش طنز رو بازی کرد نوید محمدزاده، ولی شما برو مقایسه بکن اون نقشی رو که ایفا کرده بود، مقایسه بکنید با تئاتر شایعات که جواد عزتی بازی کرده، تفاوت کلاس بازیگری رو میبینی. این که میگم کلاس بازیگری، من حرف من به قول خودت صفر و صد نگاش نکنیم، نوید محمدزاده جز پرفروشترین ها و جز بهترین هاست، اما آیا نوید محمدزاده میتواند مثل جواد عزتی در نقش طنز هم بدرخشد؟ حرف من اینه. معذرت میخوام، ببخشید. پس هر کسی که بازیگر خوبی قراره باشه، باید حتما هم طنز رو خیلی خوب بازی کنه، هم جدی رو خیلی خوب بازی بکنه. نه عزیز من بدنی که ببخشید، معذرت میخوام. من الان اجازه بده بازیگر خوب نوید محمدزاده هم بازیگر خوبیه دیگه، درسته؟ قاعدتا و مسلما بهش نقش طنز هم پیشنهاد شده، اما خوبی نوید محمدزاده چیه؟ قبول نکرده. چرا؟ چون هوش این رو داره، علم این رو داره که آقا من نمیتونم اون نقش طنز رو در بیارم. شهاب حسینی بیاد بره بازی کنه نقش طنز، بارها هم گفته من نمیتونم در بیارم نقش طنز رو. مهران مدیری بازی میکنه، جدی هم بازی میکنه، خیلی چیز در واقع رویه. خب نوید محمدزاده بتونه نقش طنز بازی بکنه، میره بازی میکنه، مثل هومن سیدی، مثل جواد عزتی. علی برو رو همین جواد عزتی تو همین سریال، جواد عزتی توی همین سریال. ببخشید، یعنی الان ایشون این همه حرف زد من نباید جواب بدم؟ آقا نه جواب میدی، الان میرسی بهش. الان مخاطبا برمیگردن میگن این کم آورده حرف نزده دیگه. نه خیر، کس هیچ کدوم از مخاطبای رسانه سینما دکوپاژ اگر آره. شما حرف نزنی نمیگن کلاغ میاد میبرتش. کامبیز جان اصلا نگران نباش، کامبیز جون ولی من اینو میخوام بگم یکی طلبم یادت باشه، الان نوبت من میرسه. آره شما سه تا طلبت، هیچ مشکلی ندارم ولی میخوام اینو بگم که جواد عزتی شاید اگر به یه بازیگری، یه نابازیگری مثل محمد رضا گلزار، الان اسمش هم اومد دعوتش بکنیم به سینما دکوپاژ بیاد صحبت، یکی مثل محمد رضا گلزار اگه بهش بگی برو سرتو بکن توی توالت و بالا بیار، شاید این کار رو نکنه. اما جواد عزتی انقدر زیبا این کار رو کرد که ببین صحنه چندشاوری نبود برای من و قشنگ داشتم میدیدم و باور میکردم، نزدیک بود بگم داشتم لذت میبردم. واقعا داشت انگار این کارو میکرد. آره من فکر کنم واقعا این کارو کرد. من واقعا فکر کنم که انگشت زد و داشت بالا می آورد واقعا. و این یکی از اون نکاتیه که ما توی آلپاچینو هم میبینیم، توی رابرت دنیرو هم میبینیم. بله اونا از مریخ نیومدن پایین، اون از مریخ نیومدن پایین. بنده زیاد صحبت کردم، پاس میدم به کامبیز، کامبیز حرف بزنه بکوبمش. آره کامبیز جان تو صحبت تو بکن که بعد نازگل بعد با میلاد برنامه رو ببرید. من میلاد جان عذرخواهی میکنم، نازگل جان عذرخواهی میکنم، ازتون ببخشید من وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. ببین من بازیگر رو موقعی که میارم آپشن میذارم، میگم فن بیانش، بدنش، نمیدونم و و و و هزار میمیک، همه اینا رو میارم، قسمت بندی میکنم، به هر کدومش از دیدگاه خودم امتیاز میدم، بر اساس اون من میام میگم یه نفر بازیگره یا بازیگر نیست، چقدر بازیگره چقدر بازیگر نیستش. خب جواد عزتی جلوی نوید محمدزاده از لحاظ بدن کم داره، این یک واقعیتی که من بی نهایت تو فیلم ها میتونم ببینم دیگه. حالا من نیازی به این انگشت شما ندارم، خب نظر خودم دارم میگم. در خصوص این که من حرف تو رو اصلا قبول دارم، صحبتی سرش ندارم، ما برنامه داشتیم در مورد خود آقای جواد عزتی و من کسی هستم که ازش دفاع میکنم، دنبالش میتونم اصلا دنبالش میکنم چون واقعا بازیگر فوق العاده ایه، ولی تک محور میگم نبین علی جان،
آدم هایی که تک محور یه چیزی رو میخوان نگاه بکنن مطمئنن لباساشون میشه راه را کلشون هم میشه کچل. این تک محور بودن توه که داره اینجوری بخواد خطی چیزی رو نگاه بکنه. الان برابر شدیم. ولی در خصوص فیلم، در خصوص فیلم بچه ها، این فیلم از دید من خیلی عالی بود. من این فیلمو خیلی دوست داشتم، این سریال خیلی دوست دارم و مطمئنن دنبالش میکنم. به همه گروهی هم که داشتن این کار رو شروع کردن به ساختن تبریک میگم، دمشون گرم، دمشون گرم. واقعا توی این فیلم های سریال های مزخرفی که من داشتم میدیدم، واقعا انگار یه خونی انداخت تو رگ من که بشینم دوباره یه سریال ببینم و واقعا لذت ببرم. دم همشون گرم. متاسفانه کرونا باعث شد که ما یه ذره از این سریالا دور باشیم. احتمالاً میدان سرخ میاد که خیلی مدعیه، جیران میاد که خیلی مدعیه. فیلمو به نظرم قشنگ 7-8 قدم از نماوا زد جلو با فرمانگذاری که روی سریال زخم کاری آقای مهدویان کرد و جبران هر آنچه که قورباغه بود رو انجام داد. واقعاً کم و کسری‌های سیستمش رو برطرف کرد. امیدوارم به سانسور نخوره، جلوش گرفته نشه، اتفاق ناگواری برای سریال نیفته، اتفاقات عجیب غریبی که این مدت دیدیم پیش نیاد. و واقعا فکر میکنم که در حال حاضر توی سینما ایران جز معدود افرادیه که میتونیم اسم ببریم که اگر حتی توی کار ضعیفی مثل آینه بغل بازی کرده خودش خوب بوده، جواد عزتی. یعنی خود جواد توی اون کار خوبه، حالا بقیه کار بعدا رو دیگه کاری نداریم، خودش به تنهایی کارش رو درست انجام داده، خوب انجام داده و حتی دیده شده. یعنی من همچنان هم حاضرم آینه بغل به خاطر جواد عزتی ببینم و بهش بخندم و بازی کمدیش لذت ببرم. و یهو توی کار جدی هم خیلی شکوفا شد و چقدر خوب که اومد جدی بازی کرد. خیلی از این بابت خوشحالم. من اصلا پیشنهاد میکنم بخشای آقای عزتی رو زیاد کنن توی زخم کاری. و حرفی که علی میخواست بگه و نصف موند رو من با اجازهتون به جاش بگم که یه تسلیتی هم به جواد عزتی باید بگیم، چون این روزا عزادار شده، 2-3 روز گذشته به خاطر فوت ناگهانی برادرش. و خب این شکوفا شدن اینطوری با اون اتفاق یه ذره قطعا ناگوار بوده براش. امیدوارم که بقیه خبرهایی که ازش میشنویم همه خوش باشه. قبل از اینکه میلاد اینو بگه، من خیلی خیلی خوشحال بودم و خیلی لذت بردم از حضور سیاوش طهمورس عزیزم. خیلی مدت ندیده بودمش و این آدم های قوی اینن، آدم هایی اینن که آدم لذت میبره از حضورشون. و یه نکته هم بگم، درسته که پیش توی شبکه 3 سریالش پخش میشد، سریال 0-21. خب من چیزو نداشتم، اون سیستمو نمیدیدیم دیگه، ماها نمیبینیم. و این جور کارا رو خیلی دوست داشتم ازش ببینم. یه نکته هم بود، درسته که محمد حسین مهدویان با تیم خودش میاد، به گفته علی با همون تدوینگر، با همون فیلمبردار، با همون بازیگرا تقریبا میاد. خیلی جالبه برای من که هیچ کدوم از بازیگرش منو تداعی فیلمای قبلیش نمیکنه، یعنی نمیندازتم تو فیلم ها و سریال های قبل، فیلم های قبلی که درست کرده. نمیدونم این به قول میلاد مهندسی خوبی داره و اینو من دوست داشتم. هر کسی از این سریال ایرادی داره زیر کامنت بنویسه و ما پذیرش هستیم. از ما هم اگر نقدی بود بگه. من دوستم که میلاد در 1-2 دقیقه یه جمع‌بندی خوب بکنه، چون ما فکر کنم به جز این 14 قسمت دیگه هم میخواییم صحبت بکنیم احتمال قوی، و اینکه با میلاد عزیز یه جمع‌بندی بکنیم. مرسی. آیش میکنم. چشم. دوستان دیگه صحبت های کافی و وافی رو انجام دادن راجع به این سریال. یه نکته ای رو عرض بکنم، نمیخوام از کسی حمایت بکنم، نمیخوام با کسی مخالفت بکنم، اما بازیگر خوب بازیگری است که بتواند تمام نقش‌ها رو بازی بکند، از کمدی، از تراژدی و از هر چیزی. جواد عزتی ثابت کرده که تمام نقش‌ها رو بازی کرده، حداقل جرأتش رو داشته که هم کمدی رو بازی کنه هم جدی رو. ولی نبیل محمدزاده من هنوز نقش کمدی ازش ندیدم، به جز یه بچه‌ای که بچه پایینی که خیلی جدیه و خیلی سرسختانه با هر تغییری مواجه میشه و اراده مردانه خودش رو به هر آن چیزی که هست دیکته میکنه و سعی در نابود کردن مسترش داره. نقش دیگه ای ازش ندیدم. نقش آدم سست عنصر رو به جز یک بار در اون فیلم خدای من چی بود که با چیز بازی میکرد، نقش معتاد رو بازی میکرد. اکثریت نقششون دیگه، من نقش کمدی ازش ندیدم. تنها نقش که میتونم بگم یه مقداری تفاوتش با بقیه نقشایی که بازی کرده بود، نقشی که در فیلم سرخپوست داشت یه مقدار متفاوت بود با بقیه سایر کارهاش، که اونم نمره قبولی بنام از دیدگاه من گرفت توش.
ولی من واقعا دلم میخواد یه نقش کمدی هم ازش ببینم، ببینم اونجا قدرتش چه چیزی ارائه میده. اگر اونجا هم بتونه نقطه قبولی رو بگیره، من میگم که واقعا در حد جواد عزتی هست. جواد عزتی بازیگر یک مثلا تمام نقشا رو خوب میسازه. حالا از این بگذر، از این بگم هر نقشی بازی کردن هم ملاد نیست تو اون نقش. میلاد جان یه نکته بگم، نوید محمدزاده یه تئاتری به بازی کرده که اسمش بالاخره این بدن مالکیه، روی تختی فلج نشسته، دیالوگ‌های طنزی میگه، دیالوگ‌های طنزی میگه، ولی چون بازی بدن نداره. همینی که مثال زدی رو اگر تونستی 45 دقیقه شو نگاه کن، دو ساعت تئاتر 45 دقیقه شو اگر تونستی نگاه کن. من این کارو ندیدم، این کارو ندیدم. شکلک چه سرینش بود، همون که علی گفت فکر کنم شکلک، ولی اونم بار کمدی رو بیشتر رو دوش پانتا بهرامه و کلهایی که با نوید داره. بازی در مدیای تئاتر با مدیای سینما خیلی متفاوته ها. این دو تا بله، استیل بازی تو این دو تا خیلی متفاوته. در تئاتر خودنما باشی و خودت رو معرفی کنی به تماشاگرت که اونجا نشسته، در سینما باید خیلی ساده باشی و اجازه بدی دوربین تو رو معرفی بکنه. این دو سبک بازی خیلی متفاوته. من امیدوارم که بازی کمدی در سینما از نوید محمدزاده ببینم. کار تئاتر رو ندیدم ازش. اکثر بچه‌ای که الان تئاتر بازی می‌کنن و تئاتر بازیگر قوی هستن، مثلا من از قدیم می‌شناسمشون، چون مال دوره‌ای هستن که زمان ما تمرین می‌کردن و زمانی که ما هم با هم تمرین می‌کردیم و می‌اومدیم بالا. من اون دوره نوید محمدزاده اصلاً به خاطر ندارم. بل جواد عزتی، امیر جعفری، کامران تفتی، بهنام تشکر، همه اینا رو ما با هم دیگه بودیم. من خودم با جواد عزتی هیچ کاری مشترکی نداشتم، همونطور با امیر جعفری، اما همون تئاتر شهری که ما توش داشتیم یه سال اون خانه خورشید تمرین می‌کردیم، اینا قشقایی داشتن تمرین می‌کردن، ولی این امیر محمدزاده رو من ندیدمش اصلا. خب بگذریم از این بحث داستان رو صحبت کردیم. من اشاره کردم چه ارتباط خوبی داشت، سایر دوستانم از داستان خوششون اومده بود بیشتر. حالا خانم زایزمون گفت که باگ‌هایی هم توی داستان وجود داشته که این رو من احساس می‌کنم موکول کنیم به قسمت‌های بعدی، ببینیم به چه سمتی میره، می‌خواد بیاد زیر اون خط محوره یا همینجوری این روند نمودار رشد خودش رو طی خواهد کرد. بازی‌ها رو همه متفق بود، تمام بچه‌های عزیز همه با هم دیگه این توافق رو داشتیم که بازی‌های این سریال بسیار هماهنگ، یک دست و خوبه. حالا خود من گفتم یه جایی بازیکوریایی انجام میشه، نموده کمتر میشه، ولی در حدی نیست که بخواد اذیت بکنه، واقعا در حدی نیست که بخواد اذیت بکنه، مثل سریال به قولی دراکولا، که البته دراکولا رو اصلا من به کمدی بزن و به کوبه من در این حد و اندازه ها نمیدونم، چه کمدی بزن و به کوبه مثل سایر کارهای جناب آقای مهران موجودی که توان مهران موجودی خیلی بیشتر از این کارهای بزن و به کوبه. ولی خب البته کار بزن و به کوبه هم کار چیزی نیست و بدی نیست و حتی سیتکام ها کارهای بدی نیستن. میبینید سیتکامی مثل فرنز دنیا رو تحت تاثیر خودش قرار داده، ولی خب علاوه رده بندی کیفیتی اینجوری داریم صحبت میکنیم. بحث کارگردانی هم که من خودم اشاره کردم که دیگه چقدر از نماها استفاده خوبی داره میکنه، از نمادها در استفاده خوب میکنه. کامل جان ان شاءالله حالا با هم یه بحث اساسی راجع به اون رنگ قرمز هم خواهیم کرد، چون ببینیم امکان نداره این قضیه اتفاقی بشه، امکان نداره اتفاق، لااقل فدات بشه، لااقل تو کار محمد حسین مهدویان امکان نداره اتفاقی باشه. اگر کار کسی دیگه بود میگفتم آره ممکن اتفاقی باشه، ولی تو کاری که پلان به پلانش مهندسی شده امکان نداره اتفاقی باشه. حتی میده اونجا رو رنگ کنن، مثل داریوش مهجوری که توی فیلم در حتی گلابی داد. میلاد یه جوری راجع به محمد حسین مهدویان صحبت میکنه انگار داری راجع به جواد عزتی صحبت میکنی. صفر و صدش نکنیم دیگه. نه نه به اتفاق نمیسپره چیزی رو، منظورم اینه مثلا داریوش مهجوری که فیلم درخت گلابی وقتی پاییز شد برگای درخت زرد شدن، داد دستیارش با اسپری رنگ کردن برگا رو که اون رنگ سبز رو داشته باشه که قبلا داشته. اینم به نظر من همینه. سپاسگزارم دوستان، خیلی ممنونم. محمد حسین مهدویان با اون ظرافت و دقیق بودنش توی ایستاده در غبار و ماجرای نیمروزهایی که ساخته و کارهای دیگه که انجام داده، قطعا تو بخش نمایش خانگی و سریال هم موفق خواهد بود. براش از روی موفقیت میکنیم با کارهای بزرگتر. یه چیز خیلی جالبی که من بهش خیلی دقت کردم تو سریال گیسوان بود، نشون دادن لانگ شهر در شب بود و پلانی که بهش چسبیده بود در روز بود. این ضعفایی که در سریال های دیگه اتفاق میفته و اصلا بهش دقت نمی کنن. در سریال گیسوی دوست آقای کامبیز عزیزم محمد رضا گلزار،
من دیشب داشتم میخوام زنده بمانم رو نگاه میکردم، تیک بخشی سایه بوم افتاده بود روی بازیگر و خیلی تابلو بود، اونجایی که اون ماموره موش نخورش ایشالله داشت میرفت دنبال دشتی ببینه دشتی کجا رفته، سایه بوم افتاد روش. ولی ظاهرن میگن که کارگردانش از اونجایی که خودش تارنتینویه مال خودش، خودش جلوی دوربین بوده متوجه این فول نشده و گفته آقا اوکی بریم برداشت بعدی. این یه چیزیه که گفتم که حتما باید روش صحبت. یه جمله شاهکار در این مورد کامیز دارم، گفت خودش بازی میکنه، کی بگه بده، کی بگه کات، کی این کارا رو کی تایید کنه. ای با نمیشی بگیم. مرسی بچه ها، مرسی میلاد عزیز، علی حسین پور ممنون، نازگل مرسی، کامیز متشکرم، قربونتون برم. بفهمید میخوام خودم خدافظی بکنم، نمیخوام تو به جای من خدافظی. چون تو سریال قورباغه 15 قسمت راجبه خوب بجل صحبت کردم، گفتم برید خوب بجل رو نگاه بکنید، آخر شرمنده شدم. توی قسمت اول و دوم سریال دراکولا هم کلی ازش حمایت کردم، از مهران مدیری و از تفکراتش، و کاملا میخوام اینجا ازش عقب بکشم و حتما توی یک برنامه جداگونه به نقد مهران مدیری و خزعبلاتی که داره به اسم دراکولا میسازه حتما میپردازیم و راجبش صحبت. ارادتمندن، خدا نگهدار. دوستان عزیز اگه خدافظی هست بفرمایید، اگر نه که من طرف همتون خدافظی کنم. مرسی، متشکرم. دوستان عزیز نظراتتون رو برای ما بذارید، ما چند تا دوستیم بجز میلاد عزیز که حرفه‌ای دارن به این قضیه نگاه میکنن، ما مخاطب عامیم و در خدمتتون بودیم. مرسی از این که این برنامه رو دنبال کردین. اگر موردی هست تو کامنت، اگر هم کاری داشتید میتونید توی اینستاگرام بفرمایید. نازگو من فامیلشونم، گفتم بگم تو فرانسی. آها درسته، اگرم کاری داشتید. آره هیچ ادعایی نیست دوستان، لطفا توی کامنت ها هم بنویسید جواد عزتی بهتره یا محمد رضا گلزار و باران کوثری. ارادتمندم میذارم یه دونه کامیونیتی میذارم الان، بازیگرا رو میذارم بین مردم رای بدن. خیلی متشکرم، شب و روزگارتون خوش. همت بچه‌ها دارن صحبت میکنن، عالی بود، زخم کاری برید نگاه کنید، لذتشو ببرید. خدا نگهدارتون باشه.